سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتونم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید. در این برنامه قصد داریم به رابطه مقعدی اشاره کنیم و هشدارهایی که نسبت به این رابطه وجود دارد. پس تا پایان برنامه ایران تودی رو همراهی کنید. معایب و تبعات برقراری رابطه جنسی از مقعد. انجام رابطه جنسی از راه مقعد با هر روش و با استفاده از هر نوع ماده لغزنده کننده یا بی‌حس کننده به صورت کرم، اسپری، ژل، روغن، کاندوم، پماد یک رابطه پرخطر جنسی می باشد و استفاده از موارد یاد شده و شیوه های آن صرفاً از دردناک بودن این رابطه می کاهد. و آسیب‌های جبران ناپذیری برای فرد مفعول به لحاظ جسمی و برای هر دو فرد فاعل و مفعول به لحاظ انتقال بیماری‌های مقاربتی به همراه دارد و هیچ پزشکی در هیچ جای دنیا انجام این رابطه را توصیه نمی‌کند و از نظر علمی نیز غیر قابل قبول می‌باشد. هیچ پزشکی رابطه جنسی از راه مقعد را توصیه نمی‌کند و مسلماً هیچ نظریه‌ای مبنی بر سالم بودن و بی‌ضرر بودن این رابطه ارائه نگردیده. برعکس این نوع رابطه همیشه از نظر پزشکی نقص گردیده است. در نواحی مقعد رشته‌های عصبی زیادی پراکنده شده که این رشته‌های عصبی بسیار بسیار آسیب پذیر و حساس می‌باشند و نسبت به هر چیزی که وارد دهانه مقعد شود سریعاً واکنش نشان می‌دهند. در اینجا مکانیزمی از عملکرد داخلی بدن برای شما تشریح می‌شود. دستگاه گوارش دارای دو نوع اسفنکتر می باشد که یکی از آنها داخلی و غیر ارادی است و دریچه ورودی غذا به معده و خروج آن می باشد و یکی دیگر از این اسفنکترها خارجی است که این یکی ارادی است. وقتی که غذا بلعیده می شود از طریق مری پایین آمده و به سمت معده می رود. در محل ورود و خروج معده عضلات حلقوی وجود دارند که به آنها اصطلاحاً اسفنکتر گفته می شود و به عنوان دریچه عمل می کند. زمانی که شما احساس می‌کنید که نیاز به عمل خروج مدفوع از دریچه مقعد دارید، این زمانی است که اسفنکتر داخلی دو باز شده و همانطور که گفته شد غیر ارادی است. اما عمل باز کردن دریچه مقعد یا اسفنکتر خارجی و در دفع مدفوع ارادی است و دست شما می‌باشد. یعنی از زمانی که احساس کردید نیاز به دستشویی دارید و خودتان را نگه می‌دارید تا به محل مناسب برسید و سپس به اراده خودتان باعث خروج مدفوع می‌شود، این نگه داشتن و این عمل خارج کردن مدفوع توسط اسفنکتر خارجی که ارادی است انجام می‌شود. حالا همه این مسائل را مطرح کردیم که به اینجا برسیم که رابطه جنسی از راه مقعد یا کلاً وارد شدن هر شیء در درون مقعد باعث آسیب دیدگی اسفنکتر خارجی شده و باعث می شود که دریچه خروجی مقعد یا همان آنال به درستی کار خودش را انجام ندهد، یعنی از قدرت ارادی خارج می شود. پس به مرور زمان امکان ارادی خروج مدفوع یا نگه داشتن خود را از دست می دهید و در این صورت به صورت ناخواسته و یا غیر ارادی مدفوع از دریچه مقعد خارج می شود. در این حالت است که همیشه لکه هایی از مدفوع در لباس زیر شما مشاهده می گردد که خب مسلماً این برای هیچ آدمی خوشایند نمی باشد. سهل‌تر بودن انتقال ویروس هایی نظیر HIV و سایر بیماری های مقاربتی از طریق رابطه جنسی از راه مقعد. از طرف دیگر سایر بیماری های عفونی ویروسی همانند هپاتیت، ایدز، سفلیس و سایر بیماری‌های مقاربتی از طریق مقعد راحت‌تر منتقل می‌شوند. خیلی از افراد تصور می‌کنند که در رابطه مقعدی هیچ خطری آنها را تهدید نمی‌کند. در حالی که چون درون مقعد حاوی باکتری‌های زیادی می‌باشد، انتقال ویروس‌های نظیر ایدز و غیره راحت‌تر انجام می‌گیرد. این باکتری‌ها با شستشو از بین نمی‌روند. از آن گذشته، دریچه مقعد یک دریچه خروجی است. پس وارد شدن هر چیزی از این دریچه علاوه بر آسیب به دریچه و موارد ذکر شده همراه با درد است و به مرور باعث باز شدن هرچه بیشتر دریچه مقعد و پیدایش عوارض ذکر شده می باشد. به طور کلی انجام این رابطه حتی برای یک مرتبه هم به هیچ وجه برای زوجین توصیه نمی شود. تماس دهانی با مقعد و نواحی اطراف آن می تواند باعث انتقال باکتری های مضر به دهان شده و سبب بیماری و عفونت می شود. مضرات رابطه مقعدی از دیدگاه اسلام.
امام صادق علیه السلام در مورد نزدیکی از پشت اجازه زن را شرط می داند، وگرنه حرام است. برخی از علما می گویند رابطه مقعدی حتی با اجازه زن هم مکروه است. مهمترین عارضه‌ای که مجامعت از طریق مقعد برای زن دارد این است که چون لذت حقیقی جنسی برای زن از طریق مجرای تناسلی حاصل می شود نه از طریق مقعد، بنابراین زن دچار سردمزاجی و بیمیلی جنسی شده و در آینده نزدیک خود را موجودی می یابد که وسیله دفع شهوت شده و خودش نباید از این عمل خدادادی لذتی ببرد. زن در این نوع ارتباط دچار درد بسیار شدیدی خواهد شد که گاه تا مدتی امکان راه رفتن درست را از او خواهد گرفت. ضمن اینکه این درد فراوان هیچ لذتی در این رابطه جنسی برای او باقی نخواهد گذاشت. مقعد محل ذخیره فضولات دستگاه گوارش است که حاوی میکروب‌های فراوانی میباشد. در اثر مالش و دخول حالت مرد این میکروب‌ها میتوانند وارد دستگاه تناسلی مرد شده و خود او نیز به عفونت‌های خاصی مبتلا شود. در حالی که مقاربت از طریق واژن چنین عوارضی به همراه ندارد. مخاط مقعد بسیار ظریف و نازک است و احتمال پارگی و انتقال ویروس ایدز از طریق آن به داخل خون زیاد است و حتی یکی از علل شیوع بیماری ایدز در غرب از طریق جنسی و مقاربت از طریق مقعد است. از آنجا که دهانه مقعد دارای ماهیچه حلقوی است، مانند یک کش محکم دور آلت مرد را گرفته و در لحظه خروج منی مانند یک صد عمل می‌کند و در حین این عمل احتمال پس زدن منی به عقب و فشار به کیسه های منی و غده پروستات و عوارض ناشی از آن خیلی زیاد است. از دیگر خطرات رابطه مقعدی به خصوص برای زنان این است که انجام رابطه جنسی مقعدی به صورت مکرر به تدریج سبب فراختر شدن مقعد شده و چین های مخاطی مقعد از بین رفته و در موارد پیش رفته نارسایی عضله مقعد و بی اختیاری مدفوعی نیز ایجاد خواهد شد. به دلیل نزدیکی زیاد مقعد به محبل می تواند موجب ورود ویروس های موجود در روده به محبل شده و بیماری های عفونی در این ناحیه همانند ترشحات بدبو در محبل، عفونت مثانه، زگیل، تبخال، اختلال و عفونت کلیه ها و حتی سرطان را ایجاد کند. دیواره داخلی روده بزرگ خود قابلیت جذب مستقیم مواد و انتقال مستقیم آن به خون را دارد. بر اساس آمار، انتقال ویروس HIV از طریق رابطه جنسی مقعدی همچنان بالاترین میزان درصد خطر انتقال را به خود اختصاص داده است.